درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان و سروران، سپاسگزار از حمایت های مالیتون، به ویژه از طریق سایت پیپل که کمک های مالی برای من میفرستید. واقعا سپاسگزارتون هستم، دستتون درد نکنه. در این بخش برنامه برای اینکه حافظه عمومی ما ایرانیان یک مقدار ضعیف حق هم داریم، نه تنها ما ایرانی ها، همه دنیا، برای که اینقدر اتفاقات میفته به ویژه در حوزه مسائل سیاسی، به نظر من خب مثلا یه حرف علکیه که بگیم آقا حافظه عمومی مردم ضعیفه. خب باید هم ضعیف باشه، اینقدر که مشکلات و مسائل متعدد و متغیر و اینا وجود داره که به هر حال ذهن یاری نمیکنه، چه برسه که حتی اسمو بخوایم آدم حفظ کنه، ذهن یاری نمیکنه. برای همین من خیلی چیزا رو همیشه تلاش میکنم دسته‌بندی کنم، بنویسم حداقل برنامه‌شو، مثلا برنامه‌ای که 6 سال پیش ساختم در مورد اون سوژه الان بخوام حرف بزنم نمیتونم، بعد برم اون برنامه رو یه بار ببینم تا خیلی چیزا یادم بیاد. برای همین همه اینا رو اطلاعات دسته‌بندی باید کرد. حافظه عمومی خب چون حالا به حق یا ناحق ضعیفه، یک سری افراد میان سوء استفاده میکنن. یکی از اینا رسانه مناتو، یعنی بازداشتگاه مناتو که خانم سالومه تو رأسشون، میخوایم امروز صحبت کنیم که در انتخابات 92 اینها تمام قد از حسن روحانی دفاع کردن. تو انتخابات 92 همین جریان آمد نیوز اینا که البته بعد در سال 96 خیلی فعالیت کرد، ولی رسانه آقای نوریال کذاب بسیار 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 تبلیغ این آقای حسن روحانی رو کردن. یکیشون هم خانم زالومه بود که امروز خیلی حالا میخواد خودشون مثلا دیگه ته داستان براندازی هم یه جایگاه برای خودش پیدا کنه. خانم زالومه، این شما دوستان برانداز، من خواستم اینو بیشتر برای دوستان برانداز یادآوری کنم، این هم خانم زالومه که چگونه دفاع میکرد از حسن روحانی. داشته باشیم بخشی از برنامه بازداشتگاه مناتو در سال 92. اجازه بدید که من ویدیو رو بزنم براتون با هم داشته باشیم. با سلام خدمت شما دوستان کل، و حالا کلید طلایی تمام این مشکلات فقط دست یک نفره. همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناب آقای حسن روحانی با اکثریت آرا رئیس جمهور ایران. سلام ساری جون. ببین به این میگن یک پروموت کردن حرفه‌ای، و بینندگان این رسانه برای خانم سالومه پیام میفرستادن و دفاع میکردن از حسن روحانی. نگاه کنید، من امیر، من احسان، امروز 25 خرداد جشن دکتر روحانی، اینجا قراره دیگه هیچی درم نباشه. ببین چه قوقایی کردن واسه روحانی. سالومه جان، اینجا اصفهانه، خوشحالی مردم واسه انتخاب آقای روحانی. چه کردیم شما؟ هزاران هزار ایمیل به دست ما رسیده، چه ویدیوهای شادی شما بعد از انتخابات. حواستون از پروموت کردن و حالا چرا اصلاح طلب ها که اون موقع به هر حال با جریان بازداشتگاه مناتو همکاری کردن، این اتفاق افتاد، چرا امروز از دست ما ناراحتن؟ هضم نمیتونن بکنن که با همون بخشی از روش های خودشون ما هم این بار داریم شکستشون میدیم. چون بازی انتخابات ما هم بلدیم دیگه. این ویدیویی که از ما اومد که حمایت از کمپین سعید محمد بود، اصلا تمام نرو اینا رو به هم ریخته. و ببینید در سال 90 بازداشتگاه مناتو برای رسوندن روحانی، چرا این حمایتی که از روحانی کردن، یعنی به دستور اصلاح طلب ها نبوده. این خیلی حرفه به نظر من غلطی است، یا خیلی ساده لوحانه است بگیم اصلاح طلب ها مثلا به بازداشتگاه مناتو که وابسته به اسرائیل، اونا گفتن اونا هم کردن. نه، هر دوتا یه ارباب بیشتر نداشتن. ارباب تمام این جریانات مخالف ایران دستور داده بودن حسن روحانی باید بیاد رو کار، چون بعدش برن دنبال انتخابات. خانم هیلاری کلینتون میگه زمانی که ایشون گفتش که چرخ مرد و سانتریفیوژا باید بچرخه ولی چرخ زندگی مردم هم باید بچرخه، همونجا گفتیم این خودشه، کسیه که ما میتونیم روش کار کنیم برای توافق هسته‌ای برجام و بعدم برجام موشکی منطقه‌ای، تا برو دیگه تمام برجام‌هایی که دارید می‌بینید و می‌خوام به ما تحمیل کنن. برای همین دستور دادن به تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون، آقا جان یک دست، یعنی عربستان، یعنی همه اینا ارباباشون، اون اتاق فکره به همه دستور داد. ان نوریال کذاب وابسته به عربستان تبلیغ روحانی رو می‌کنه تا رسانه صهیونیستی منوتو، همه اینا تبلیغ حسن روحانی رو میکردن.
امروز به اینا دستور دادن که نه آقا جان، باید اصلا کلا برانداز کنیم. یعنی این دفعه خوشبختانه اینا بیشتر تو ذهن تحریم انتخابات هستن. حالا تو بخشای بعدی توضیح میدم چرا تحریم انتخابات بازی در زمین ما ایران خواهانه و این بار کاملا به سود ما تموم خواهد شد، که تو بخش خودش توضیح میدم. دیروز هم یه توییت زدم کلی شلوغ شد اینا، که حالا کاری ندارم، ولی میخوام بهتون بگم که اینهایی که امروز خیلی پوزیشن براندازی گرفتن، اون موقع اینا ببین، اینا کار میکنن، اینا رسانن، مزدور خبرنگارن، بستگی داره پروژهشون چیه، در همون راسته پروژه میان حرف میزنن و دستشون هم که بخونی بازیاشون و سر خودشون هم پیاده کنی تحمل ندارن، بهشون فشار میاد. حالا ادامه. آزادی، ببین این که الان این مردم داشتن بزن به رقص میکنن میگه که چی آورده آزادی آزادی، این اونجایی که طیفی از بچه انقلابی ها به جایی که خیلی مسئله با هم بپشونن و هی بگن آقا چرا اینطوریه، چرا اونگونه است، رأی مثلا مشارکت حد اکثری حد اقلی، آقا جان شما یک بخشی از این آزادی های مدنی رو آزاد کنید که جوانای مردم عقده‌ای نشن برن پشت روحانی با چهار تا وعده. ببین ما باید آسیب شناسی کنیم، بخشی از این آسیب شناسی ها بلایی است که جریانات انقلابی سر ما آوردن، همشون هم نه، ولی یک بخشی تو همین بی بصیرت ها، اصلا مردم جلیلی و هواداراش میبینن میترسن. حالا آدم آقای جلیلی آدم درستیه، ولی آقا چرا یه جور برخورد کردین مردم از شماها میترسن که رأی بدن به یه همچین آدمی؟ بهتون بگم اگر جلیلی در سال 92 انتخاب میشد وضعیت مملکت امروز خیلی بهتر بود. حقیقته من مشکلی با آقای جلیلی ندارم، آقای جلیلی یک فردی است واقعا زحمتکش و میتونه، ولی ببینید اینها در یک سری حوزه‌ها دگمن، نمیفهمن جوانای مملکت رو چنان عقده‌ای کردن، فقط لازمه هر بی پدر و مادری چون حسن روحانی یه تیکه‌ای بیاد معلوم بشه آقا مخالفت داره با نظام، همه میرن پشتش. چرا؟ بعد میبینی آقا مخالفت این مردم چیه؟ بحثای سطحی آزادی‌های مدنی. آقا وا برید دیگه، آزادی مدنی رو وا برید دیگه. رستم قاسمی که دیگه خودش تو رأس سپاه بوده، اومده در تلویزیون با این آقای دلاوری که مجری واقعا توانمندیست مصاحبه کرده، اونم اونجا میگه که آقا ما مخالف این گشت ارشاد. بعد این گشت ارشاد چیکار میکنه؟ با چهار تا بازیای آزادی مدنی شما نگاه کنید جوانای مملکت رو قشنگ هل دادید به سمت خیانت علیه کشور. جوان مملکت قرار نیست مثل امید دانا ریاضت بکشه مسئله سیاسی رو خودش بفهمه که بتونه تفکیک کنه، قرار همچین چیزی نیست. هی میگن مردم نمیفهمن، مردم نمیفهمن، قرمت برم. اولا تو همون بازی انتخابات من موافقم اینم که شما یک ماه هم کمتر از یک ماه انتخابات برگزار میکنی، 21 اردیبهشت تازه معلوم میشه که یه ده برن کیا میخوان برن ثبت نام کنن، 25 میخواد اعلام تایید صلاحیت کنید، 23 خرداد هم میخواد انتخابات برگزار کنی. خب مردم ایران تو 20 روز چجوری باید مثلا بفهمن کی راست میگه؟ هرچه من با اساس داستان مشکل دارم و خیلی خوشحالم هم هستم که 20 روزه داره انجام میشه، چون آمریکا که یک سال است که فضا اصلا فاجعه آمیزتره و هزینه های زیادی رو دوش مملکت میذاره، ولی واقعا این چه حرف مزخرفیه. برخی از این نیروهای انقلابی میگن که آقا مردم نمیفهمن چرا رأی دادن به روحانی، به کی رأی میدادن؟ برای چی اصلا باید به شما رأی بدن؟ مردم دغدغه‌شون اینه که آقا من تو خیابون رو، من کاری به مسئله سیاسی و اورانیوم غنی شده و کاری به این مسئله زیرساختی معلومه نباید داشته باشه. نه آخه با مردم عادیه، مردم عادی کارش با مسئله عادیه، مسئله عادی مردم رو شما کوتاه نمیادید سر حجاب و چه میدونم آزادی مدنی. بعد میگین مردم چرا میرن به اصلاح طلبا رأی میدن؟ آقا یه دونه سوزن به خودمون بزنی، یه جوال دوز من خیالتون راحت بشه، فرو میکنم به این اصلاح طلبا. ولی سوزنه رو به خودمون بزنی؟ چرا این مردم اینجا دارن این شعار رو میرن؟ چرا میگن آزادی آزادی؟ آقا دو تا چهار تا کنید دیگه، این قشر خاکستر، قشر مردم عادیه. بعد شما انتظار دارید مردم عادی که با هزاران مشکلات اقتصادی و درگیری های روزمره زندگی، و ما که حالا مشکل اقتصادی نداریم، تو همین خارج انقدر مشکلات روزمرگی زندگی داریم نمیرسیم خیلی کارا رو. من یه استثناء هم تازه اینقدر تو این فضا هم و اینا، بعد انتظار داره این مردم با این همه مشکلات اقتصادی و روزمرگی های زندگی، این مردم الان مثلا تو 20 روز بدونن کی راست میگه، سعید محمد درست میگه، سعید جلیلی اسلحه، تازه اونم فضایی که نخبگان ما از استاد شجاعیش بگیر تا آقای
جبریالی بود، چی بود؟ آقا یاسر، همه اینام آروم برم آهسته برم گربه شاخ هم نزنه فلان. بعد میگن چرا امیدانا نگاه میکنه؟ چون امیدانا بخش حرفشو صریح میزنه، حتی اگه حامی تحریم انتخابات هم باشه میگه آقا من هم دارم کمپین سعید محمد میبینم، قشنگ میام همه چی رو میگم. شما همه چی رو یه ذره یه ذره به بربر میگی، مردم چرا چیز میکنن؟ امیدانا نگاه میکنه، چون امیدانا حرفو داره بهشون میزنه. مردم تو بیسوز از کجا بدونن کی اسلحه کی اسلح نیست؟ بعدم همه چی میشن مردم باید رشد پیدا کنن. کی شما میخوای رشدشون بدید؟ آقای امیرحسین ثابتی با اون برنامه تو جهان آرا، واقعا با اون پلتفرم صدا و سیماتون شما اصلا به همچین کاتگوریایی قرار میگیرید که بخواید که کسی رو رشد بدید؟ شما اول خودتون رشد فکری سیاسی پیدا بکنید بعد که چش بیاید بقیه رو رشد بدید. شما خودتون تو ته صف میرید لحاظ رشد سیاسی. جدی دارم بهتون میگم، شوخی با هیچکی ندارم. شما ها میگید که آقا جلیلی رأی نداره، ولی ما وظیفه‌مون رأی بدیم هرچند رأی نداره. این رشد فکری سیاسی شماست. شما ها میخواهید مردم رو رشد بدید؟ کی گفته مردم رو میشه در سیرک انتخاباتی در عرض 20 روز رشد داد؟ بازی انتخابات پس بازی احساسات، بازی جنگ روانی، بازی تبلیغاته. هر کی تو این حوزه ها تونستش برنده بشه اون رفته توی کابینه، اون رفته توی ریاست جمهوری در پاستور. تموم شده رفت. حالا ادامه صحبت های خانم زالومه رو داشته باشیم، منحرف نشین. خب اینجا یه دونه نوشته بود، نوشته چی بود؟ میگه خانم ظالم است، میگه خانم بقیه فلان، میگه موقع انتخابات زمان روحانی هم گفتم هر کی رأی بده خائنه. باشه تو تبلیغ میکردی که هر کی رأی داده بود برات ویدیو میفرستاد که موقع انتخابات اون موقع گفتی هر کی رأی بده خائنه؟ عجب. چه خواسته هایی دارن از دولت جدید؟ دوست دارن چه چیزی تغییر پیدا بکنه؟ خب این وقت کلا دترکون بوده. حالا خوشحال میدن، حالا به همین تبریک میگفتن. خود آقای روحانی به شخص زنگ میزنه به آقای جواد نکونام و آقای محمد مهدی نبی و بهشون تبریک میگه. چون مهر مردم ایران به نظامشان همچنان گرم گرم بود که موقع ناشناسی یک قاضی کام همه را تلخ کرد. خیلی واقعا این کام مردم تلخ شد. آقای احمدی نژاد با لغیتش شما فقط میگن بذارید که فقط اشتباهات شما رو به آقای روحانی گزارش بکنه. یعنی اگر آقای روحانی هم بخواد کاری انجام بده تو 8 سال که سهله، تو 20 سال هم نمیتونه. دیدی دفاع رسمی کرد از حسن روحانی کاری انجام بده. خب حالا که همه چی انگار داره به خوبی و خوشی پیش میره، چقدر هم خوب میشه این مشکل اینترنت در ایران. دیدی همه چی داره خوبی و خوشی پیش میره، چیزاییه که اون موقع اینا تبلیغاتیه که اجازه بدید ما چرا بیلیت رفت، تبلیغاتیه که اینا اون موقع انجام دادن برای آقای حسن روحانی و نکاتش هم روشنه. و اون موقع دستور این بود که آقا از حسن روحانی دفاع کنید که در میز مذاکرات بتوانیم جلو بریم. و امروز هم بهتون بگم، ببینید شما به دم انتخابات که برسیم بعد از تایید صلاحیت ها فضا عوض خواهد شد. ما برای همین کمپینمون رو خیلی گفتن چرا زود راه انداختی؟ ما زود راه انداختیم چون فضا الان لازم بود که الان ما بتونیم بچسبیم، چون بعدش اتاقهای فکر اگر به این نتیجه برسن که یک اصلاح طلب رئیس جمهور بشه واقعا میتونن ما رو اذیت کنن. من برای مثال بگم جهرومی اگر بیاد جلو، خیلی چیزا رو البته ما تو اتاقهای فکرمون میگیم، ولی این یه کوچولو رو بهتون بگم، سعید محمد الان اقبال عمومی داره، ولی خب خیانتی که دارن میکنن در رد صلاحیت ایشون و خیانت هایی که داره انجام میشه توسط خیلی های دیگه. ببین شما میخوان الان رئیسی رو هم بسوزونن، اینا رو میذاریم تو بخش بعدی صحبت میکنم، نمیخوام بازش کنم، خیلی بحثا زیاده، خیلی بحثا زیاده، باید اینا رو دسته‌بندی کنم بگم. تو بخشای بعدی برنامه های امروز هم اشاراتی خواهیم کرد، بخشایشو باز خواهیم کرد، ولی الان اینجا فقط میخواستم بهتون بگم جریانات اتاق های فکر سرویس های جاسوسی قدرتمند عمل خواهند کرد در انتخابات 1400. و یاداوری باید میکردیم این انتخابات 92 رو که چگونه این رسانه ها پشت روحانی قرار گرفتن. خانم ظالمه به عنوان یک موزور خبرنگار اون موقع دستور داشت که از آقای روحانی دفاع کنه و خدا میدونه در انتخابات 1400 دستور داره کی انتخاب کنه حمایت بکنه. حالا باز من امیدوارم تحریم انتخابات رو اینا کلید بزنن، چون باز در تحریم انتخابات خوبیش اینه که رعایت بگم هر چیزی هر پدیده سود و ضرر داره، اینم بهتون بگم، ولی ضرر
عدم تحریم انتخابات و حضور قشر خاکستری که تحت تاثیر این رسانه‌ها قرار می‌گیرن خطرش خیلی بیشتر از تحریم انتخاباته. تو بخش خودش صحبت می‌کنم. فقط خواستم بهتون بگم که چه کسانی، چه افرادی، چه رسانه‌هایی اون موقع همشون وایساده بودن پشت روحانی. و این ویدیو رو هم خانم سالومه برای یادآوری شما گذاشتم، چون گفتی هر کی بره رأی بده خائنه فلانه. بابا ببند دیگه. قربونتون برم، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.